اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت. در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم و لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، هر بون لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینا یه جور دیگه است، ولی هست.
بالگرد ابراهیم رئیسی دوباره به صحنه برمیگرده. ایران رسما نتایج تحقیقات نهایی درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی رو اعلام کرد، اما اونجوری که منتشر شد با مشخصات و تجهیزات بالگرد کاملا در تضاده. تهران اعلام کرده که بالگرد رئیسی از نوع بل 212 به دلیل اضافه بار سقوط کرده و 8 سرنشین بالگرد جان خودشون رو از دست دادن. اما مشخصات بالگرد چیز دیگه میگه. این بالگرد میتونه با سرعتی تا 193 مایل در ساعت پرواز کنه. حد اکثر بار قابل حمل اونم 2268 کیلوگرمه و برای حمل 14 مسافر طراحی شده. این به اون معناست که بالگرد میتونست علاوه بر 8 سرنشین موجود 6 نفر دیگه هم حمل کنه. پس هیچ بار اضافی وجود نداشته، مگر اینکه بالگرد تجهیزات دیگه‌ای غیر از مسافراش حمل می‌کرده. هشتگ مهره‌های سوخته. ببخشید من اینم بگم که اینکه میگن که مثلا ترامپ شد رئیس جمهور باعث شد اینجوری بشه، ما که رئیس جمهور آمریکا رو ما انتخاب نمی‌کنیم که. نمیشه ما بگیم که چون مردم آمریکا ترامپ رو انتخاب کردن ایران وضعش اینجوری شد. بالاخره مردم هر کشور رئیس جمهور خودشون رو انتخاب میکنن. ما باید دیگران رو در منافع خودمون شریک بکنیم
و اونا هم در منافع ما متقابل شد. زینف بکنیم. زینف بکنیم. یعنی منافعمون به هم گره بخوره. اگر چند تا کشور باشن که منافعشون با ما گره خورده باشه، اونا میرن میشن مدافع ما. حالا ما 105-110 میلیون بشکه نفت در روز داره مصرف میشه. اصلا ما کجای این 110 میلیون بشکه هستیم که حذف بشیم؟ اصلا اتفاق نمیفته. چند روزی توی مجازی می نویسن زائران کربلا پوز کوروش دوستان رو زدن. کربلا، قطار، ماشین، اتوبوس در اختیار. پاسارگاد، بستن راه‌ها، جلوگیری از تردد خودروهای شخصی. کربلا، وایفای پرسرعت مجانی. پاسارگاد، قطعی تلفن، موبایل و اینترنت. کربلا، انواع خوراکی و آشامیدنی مجانی. پاسارگاد، قطع کردن آب. کربلا، پرداخت وام بدون سود. پاسارگاد، دستگیری، پرونده سازی و زندان. کربلا، تشویق کلیه رسانه‌ها. پاسارگاد، لغو تورها و بستن راه‌ها. کربلا، کمتر از 3 میلیون نفر، آمار روزنامه ایران. پاسارگاد، بیش از 6 میلیون نفر، آمار پلیس راه فارس. حداقل در شرایط برابر مقایسه کنید. التماس تفکر.
خاطر اینکه اونها معتقدن که به خاطر نفروختن داده های کاربران در سکوی تلگرام بوده که پاول دوروف دستگیر شده. به دولت ها یعنی؟ بله. موضوع داده ها خیلی موضوع بحث برانگیزی هست در دنیای امروز، به خاطر اینکه مثلا سکوی متا از طریق خرید و فروش داده ها یک بخش بزرگی از درآمدش رو به دست میاره، ولی تلگرام به خاطر همین نفروختن داده هاش کشورهای زیادی نقل مکان کرده و جابجا شده. حالا که فرانسه اومده باز دوباره با این مانع روبرو شده. پاول دوروف الان یک ویدئویی ازش داره در فضای مجازی خیلی بازنشر میشه و اون مرتبط به یک سفرش در آمریکا هست که میگفت ما وقتی به آمریکا سفر کردیم تحت نظارت شدید مقامات امنیتی و اف بی آی بودیم و دلیلش این بود که اونها میخواستن یکی از مهندسای ما رو استخدام بکنن. شبانه روز جمهوری اسلامی مردم شما مجازات کرده، کوچکترین تلاف را ازش عبور نکرده و مجازات کرده. ما این همه ساچمه زدیم به مردم، این همه آدم از بین رفتن، چه موافق چه مخالف، چه بسیجی و چه غیر بسیجی، جمعیت زیادی کشته شدن، این همه محاکمه شدن، این همه آدم. اون بحث سمپاشی ها چی بود؟ مسئولیت ها کی کرد؟ بالاخره ماها کردیم دیگه. آخر نسبت به حاکمیت میدید بعیده ها، یعنی چرا مثلا همون کرد، یعنی میخوام حاکمیت کرده این کارو بیگانه کرده؟ نه بیگانه نکرده، ما کردیم دیگه. مثلا سمپاشی ها رو کی کرده در بیارید آقا، در بیارید حکومت که همه جا هست، در بیارید. خب این شایبه است دیگه، شایبه که نزدیک واقع هم هست. ما یه مشکلی داریم، یعنی نظام امپراتوری شما، دولت ما اومده رفته مدارس گروه افراطی کرده، گروه افراطی تو این کشور حاکمیت نبوده. چه فرقی بحث حاکمیت همونی که میخواد بزنه الان دوباره بندازه دنیا.
آقا شما میدونید آقایون مسئولین، آقایون بزرگترها، آقایونی که شماها باید جلوی این فاجعه رو بگیرید. آره میگم فاجعه، برای اینکه الان تعداد افغانیا میگن 5 میلیونه 6 میلیونه، ولی به 11 میلیون رسیده. عکساش هست از در و دیوار، از تو کوه، از لای سیم خاردارا همینجوری دارن میان. بعد با زن و بچه نمیان که، ببخشید من دارم فریاد میزنم چون حالم خیلی بده. اینا با زن و بچه نمیان، اینا تنها دارن میان. اینا میان اینجا کار میخوان، جوانای خود ما بیکارن، پسر خود من بیکاره، نمیتونه یه کار درست حسابی گیر بیاره، مردم نون ندارن بخورن. 11 میلیون آخه این تازه پشتش چیز دیگه هم هست. من با همه بی سیاستیم و بی سوادیم این رو میدونم، مگه الکی 11 میلیون؟ آقا ما ایرانی هستیم، ما مهمان دوستیم، نوکرشون هم هستیم، بیان. ولی آخه این تعداد چه خبره مگه؟ آقا وقتی با زن و بچه میاد پناه آورده، میخواد بیاد اینجا زندگی کنه، ولی وقتی تنهایی میاد این فردا نیاز جنسی داره، از در و دیوار میرن بالا، کو استاد به جوی همسرش، به راحتی آب خوردن کشتنشون و خیلی های دیگر رو. بعد مردم افتادن به جون هم دیگه، آقای مسئولین، آقایون بزرگترا، مردم افتادن به جون هم دیگه، نه مردم خودمون با خودمون. مثلا خودشون میخوان افغانی رو بگیرن، آقا باید برگردی. اینا بینشون جنگ و نفاق میفته، برادرکشی میشه. تو رو خدا یه جوری جلوی مسائل رو بگیرین. بگو حمید نوری کربلا، بگو اینو. هر موقع نیما، هر موقع زنگ زنی، هر موقع زنگ بزنی من آمادگی شو دارم، حتی من یه خواستی بیاری بگو من گفتم به این وقت مستاری گفتم من بر میگردم ایران، ولی بدبخت ها این چاره ها من در اونجا آواره و بردخی، ولی حمید نوری در میگرده ایران. نیما دال گذشته
من سلول انفرادی از آن کربلا عراق حمید نور
احمد ابریشمچی یکی از ثروتمندترین افراد داخل ایران است که در زمینه موبایل و مخابرات ابرقدرتی است که همه صنعت مخابرات را با نام او می‌شناسند. احمد ابریشمچی متولد سال 1317 در قم از کسانی است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی و دستگاه‌های مخابراتی یکی از چهره‌های شاخص در ایران به شمار می‌رود. همه نام او را در کنار نوکیا می‌شناسند و پدرخوانده نوکیا لقب دارد. آقای نوکیا فقط در زمینه واردات و تجارت فعالیت نمی‌کند. ابریشمچی در امور خیلی هم فعالیت‌هایی داشته. از جمله می‌توان به پذیرایی از مهمان‌ها در تمام طول سال در ویلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد اشاره کرد. علی انصاری کارخانه تولید لوله و پروپیل را در ماهدشت کرج در مساحت 64,000 متر مربع بنا کرد و در سال 1371 افتتاح نمود. همزمان با کار تولید لوله و تجزیه شدن کشور شوروی شروع به صادرات میوه و خشکوار به جمهوری آذربایجان و قفقاز کرد. سال 72 بزرگترین مرکز توزیع آهن‌آلات به نام مجتمع تجاری بهادران را در شادآباد را ساخت. این مجتمع هنوز هم از قطب‌های توزیع آهن در کشور است. در اواخر دهه 80 وارد صنعت بساز و بفروش ساختمانی شد و از سال 85 با ورود گوشی‌های هوشمند با تأسیس بازار موبایل ایران سرمایه هنگفتی را گرفت. Thank you.